بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به برنامه سفره رمضان خوش آمدید امیدوار هستم طاعات و عبادات و همه ما و شما قبول درگاه پروردگار باشد و در و لباس عافیت وطن داشته باشیم امروز در خدمت دو مهمان خیلی عزیز هستیم که سال گذشته در اوج مجاهدت و مبارزه بر علیه ویروس کرونا در شفاخانه افغان جاپان در خدمت هموطنان عزیزمون بودن جناب دکتر صاحب حکیم الله رئیس شفاخانه بودن و جناب دکتر صاحب جواد نورزی سرتبی شفاخانه مهمانان عزیز به برنامه خیلی زیاد خوش آمدید تشکر مهربانی تشکر یک وقفه میگیریم چون گروه ما بسیار سخت گرفته دوباره برمیگردیم یک بار دیگر شما از را به ادامه برنامه سفره رمضان خوش آمدید میگم البته وقفه استراری گرفتیم در خدمت دو مهمان خیلی عزیز هستیم جناب سالیس با شما آغاز بکنیم و این روزها متاسفان البته باز گپ و در مورد موج سیوم کرونا هست از سال گذشته قصه بکنیم که شما در اوج شیوع ویروس کرونا در افغانستان شما در شفاخانه افغان جاپان در خدمت مریضان هماتان عزیز ما برین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلوات و سلام علی سيدنا محمد و آله و اصحاب اجمعین أه ما ابتداء أه سلام خدا به شما تقدیم میکنن و به میهمان محترم دکتر سیف جواد نورزئی و به تمام هماتان عزیز ما که از طریق حلال ما رو ببینن سلام های گرم خود را تقدیم میکنن السلام علیکم و رحمت الله و برکات واقعاتی امرس أه باز همون خاطرات رو یادم آوردن که تقریبا یک سال گذشت از روزهای بسیار تلخی بود کرونا موج اول و یک وحشت نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای جهان وقتی که آغازش از شهر واهان چین شد و بالاخره به با کشورها منتشر شد و بالاخره به با افغانستان رسید ای یک شروع و آغاز مو موج اول بود و بحران نه تنها در افغانستان به وجود آورده بود بلکه در تمام جهان بحران به وجود آمده بود و در ابتدا هر مرض می قسم میباشه و وصف هر مرز می قسم که یک نوع ترس و وحشت به خاطر از چون مرگ و میر از طریق رسانه ها چون جهان امروز با جهان 20 سال گذشته فرق دارم از طریق رسانه ها چون این گپا و خصوصا رسانه های اجتماعی که در دسترس هر فرد فرد از این کشور و جهان است زود خبر و آگاهی میشه به خاطر یک اوج موجی بود که بسیار خطرناک و وحشت زده و هر کس وحشت زده بود در خانه ها مردم حتی از فامیل های خود ترس داشتند در بیرون از مردم ترس داشتند نه تنها که در بین مردم بلکه کسایی که به خاطر مجادله به از عزی بحران باید مقابله کنه و دست به کارکنای سی بود که در جهان هم در خطر بودند و در افغانستان هم کارکنای سی در خطر بودند ما شما دیدیم تجربه کردیم وقتی که اولین بار امید مرگومی در افغانستان اعلان شد و خصوصا اولین دکتر ما که دکتر صاحب حنیف الله بود خداوند مغفرت نصیب کنه خداوند جنت نصیب کنه در این روز مبارک رمضان که او فوت کرد در بین نه تنها در بین مردم افغانستان در مردم مرد، ما در بین کارخانه صحی دکترها صاحبا یک نوا وحشت و ترس به وجود آورد ای ترس و وحشت باعث ازی شد که دکتر صاحبا حتی شفاخانه را باید ترک بگوید حتی دکتر صاحبا به ای آغاز کردن که استعفا از وظایف خود و نه تنها از وظایف خود بلکه ماینه خانه شخصی خود را ترک کردن و هیچ کس حاضر نبود جالب ما... ای است که در اون دینمی به بهای فرار که شما را زیاد از کارکنان صحی به سر کار حاضر نمی شدن خبر شدیم که شما مسئولیت شفاخانه افغان جاپان رو به حده گرفتین یعنی چطور دل کردین؟ بلکه او در یک انگیزه بود اول الحمدلله که ما من حیث دکترهای متعهد به یک کشور به مردم ما و مسئولیت دکتر هم است ما دیدیم در آغاز وقتی که ما دیدیم یعنی انگیزه به از یک شد که چون امو وقتی که در بین دکتر سایبا و همچنان کارکنان صحیح اما ترس ایجاد شد و هر کسی ترک میکردن ما اصلا هم وقت یک دو مریض داشتیم از فامیل خود که اگر می ما خدا نوافرت نصیب کنه و همچنان خانم کاکایز لا این وقت یا به مشکل کرونا مبتلا شدن و در هر شفخانه که ما مراجعه میکردیم شفاخانه ایبا میوردیدیم و نمیگرفتیم این مریض بالاخره برای ما گفتن که شما شفخانه افغان جاپان برید و این مریضا صرف افغان جاپانی مریضا رو میگیرن وقتی که اوجه هم رفتیم دکتر سایبای بسیار محدود بودن کم بودن و هم کوشش میکردن که از این مریضا دوری کنه و مریضا رو به جواب بده و بالاخره بسیار بهمون که ما چون شناخت داشتیم وجه رفتیم و این مریض خود ما بستر کردیم یعنی شما یقین کنین وحشتی بود که دکتر سایبایی که مریض بود مبتلا به این مریضی بودن و هم در یک, 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 یک حالت قرار داشتن که اصلا دکتر موجود نبود نرس موجود نبود این یعنی شفخانه به یک جای ارواح تدیر شده بود هیچ کس حاضر نبود ولی مریض دیگه جای پناهگاه نداشتن پای مریض کوشش میکردن یا کس اقارب مریض کوشش میکردن که از مریض خود خلاص کنه و دو شفخانه برسان خود, براسانه خود باز فرار کنه و امی حالت بود واقعا مثلا ما وقتی که مریض خود بردیم وجه بالاخره بالاخره بسیار به با یک حالت فجی و فوت کردن به خاطر که هیچ کس حاضر نبود که حتی برای زو یک اکسیژن ببره بالاخره وقتی که مریض ما شب, شب هنگام تقریبا ساعت دو بجه شب بود فوت کرد ما بیش خود چرت زدم و ما چون قبلا هم من حیث امو که دکتر صاحب های متحد عضو انجمن طبی اسلامی افغانستان و بالاخره امو رهبری ما که دکتر صاحب خادر رشید بود او یک اتحاد جور کرد به نام اتحاد ملی علیه مبارزه علیه کرونا ای اتحاد جور کرد و این عضویت اتحاد, ای اتحاد ما هم داشته من حیث عضو انجمن دیگه امو حالت شد که ما گفتیم که, که ای چه حالت شد وقتی که این ملت همین مردم ما که به حالت داداد ده به حالت نرسیم که ما من حیث کار سی و دکتر هستیم نرسیم او چی وقت خواد باشه دیگه بچو بالاخره تصمیم گرفت یعنی شما امی حاضر شدین می خطر به جان بخرین یعنی به می خاطر شد چون او وقت بود که رهبری به خاطر زمین مشکلات که چون وزارت صحت آمد در یک چالش چالشی قرار داد به خاطر که دکتر سایبا میگرختن کس حاضر نمیشدن و نمو وقت ما پیش خود سند داشتیم که 180 نفر دکتر در دا یک روز معرفی شدن و بالاخره یک کدامش حاضر نشدن و کلشان فرار کردن دیگه که ما دیدیم اما وقت بود که ما اما اتحاد ساخته بودیم انجمن تی افغانستان در دا اینجا دکتر سایبا هم کس حاضر نمیشد و رهبری وزارت صحت که موید سه موین بود و هم تغییر کردن امی وقت بود که موین جدید ارزه خدمات دکتر سیب مجرو و خبر شدن و او از ما آگاهی داشتن بله، وزیر هستن از ما خبر شدن برای ما گفتن که دکتر سیب دیگه شما صرف د این میدان شما مانده دیگه کس نیست و ما توقع ما از شما از که شما, شما بیان دی میدان دیگه کس نیستن اگر شما نه دیگه کی به شما دعوا کردین که دکتر متعهد است و الحمدلله که تمام همکارای ما برادرای ما حاضر شدن به و بالاخره به می مسئولیت رفتیم که واقعا د وقت یک سربازی بود دکتر سب هم مشکل مواجه بود با وجود از اینکه نه تنها ما از تاریخ فامیل هم در زیر فشار بودیم که شما چرا میرین خود فامیل هم در خطر میندازین ما هم د خطر خودم د خطر مندازی. و ما گفتیم که ما امین نیاز کشور ما دیگه چی وقت کنیم و چی وقت باشه که ما مسئولیت خدا ادا کنیم امی وقتی است که امتحان ما است اگر در این امتحان نبرایم دیگه کدام وقت بسیار تشکر جناب نوزده سیب ما با گه و شما را هم می خواندم که از حالت بسیار رقتبار که مریضای مبتلا به کوید نوزده یا کرونا مواجه بودن نوشته میکدین میشه حکایت بکنین در شفاخانه یوان جاپان چه دیدین و چطور جرأت کردین که در این نبرد حاضر شوین و با پیش برین بسم الله الرحمن الرحیم رب رحلی صدری و یسر امری و اهل من لسانی اول سلام تقدیم کنم خدمت شما و در عزیز تلویزیون هلال و هموطنان عزیز و هموطنان مظلوم و بیچاره افغانستان بدون شک قسم که دوست و برادر عزیز ما سالی گفتن ما در یک حالت قرار داشتیم که باید ای وجیبی خود ادا بکنیم بدون شک تبابت از انسان یک تعهد می بنابراین این ای تعهد عملی کردن تبابت به معنی تنها جمعوری پول و شهرت کاذب دنیا نیست بلکه یک مسلک نهایت مقدس است در واقع میتونیم عبادت محسوب بکنیم میره خدمت کردن به خاطر خلق پروردگار چنانچ خداوند میفرماید که بهترین نبی کریم صلی الله علیه و آله که بهترین کسا او انسان است که نفع میرساند خیر الناس می ینفع الناس بنان تبابت یکی از راه های رساندن خدمت به خاطر خلق پروردگار است افغانستان مردم مظلوم بیچاره است او احتمامات وقایبی را که کشورهای غربی داشتن و حال هم دارن و او احتمامات دوایی که اونا داشتن متاسفانه افغانستان حال هم مشکل دار و دو زمان هم مشکل داشت بران یگانه راهی بود که ما پای خود بگذاریم با توکل به خداوند و با ایمان و اراده قوی بدون شک چیزی که قابل یادآوریست بگویم که در یک بحشت و دهشتی که داکسی را کردن بدون شک تصور توری بود که حتی دکتر سیبا به مجرد وارد شدن به دروازه افغان جاپان مرگ در سراغت است این تصور بود و این مردم هم این تصور داشت و هر روز آمار ارقام مرگومی را دیگر دنیا آمید. راپور داده می شد و نهایت تصور توری بود که با آمدن کرونا چیزی که سازمان سی جان پیش بینی کرده دیگه نصف نفوز افغانستان به قتل می این تصور حتی مردم وزیر ساعت قبلی هم یکی این آمار را بیان کرده بود ولی ما تشکر میکنیم از خداوند متعال در اول و دعای پدر و مادر و برادرانی که در این انجمن کار میکردیم یکی دیگر روحیه میدادیم تا ای که پای بگذاریم به یک جا روز اول که ما رفتیم و اونجا داکسیب سید خالد بیانیه را کردن واقعا روز بعدی بود محیط افغان جاپان سرما خیلی بد خوردم اولین روز که ما در تصور بودیم که ما در کجا پای مانده باشیم درست؟ اما به یقین میگم که فقط تعهد و اراده و توفیق پروردگار بود که ما وارد از اونجا شدیم خواستیم که از مسلک خود به شکل درست تعهد که قبلا قسم یاد کرده بودیم از استفاده بکنیم و به نحوه ایره هم میدانستیم که کرونا وقتی که حالت شدید میشه مرگ در سراغ هست و ما توکل به خدا کردیم خود سپردیم و دعای بسیاری رو گرفتیم و پای ماندیم ما بدون شک روزهای خیلی سخته ما سال سپری کردیم البته در مورد این جزیات هم می پردازیم ما یادم است دکتر حکیم الله رو بعد از قرانتینا که دیدم که نصف میانه می که حسن شده بودن با که تخصصشان صحت روانی است و بسیاری را مشوره میتن اما در این خصوص هم های مطرح کرده بودیم که و حال هم مطرح میکنیم اما پیش از او یک وقفه داریم پس از وقفه باز هم در خدمت شما ایزان در ادامه برنامه سفره رمضان حاضر میشیم یک بار دیگر شما از را به ادامه برنامه سفره رمضان خوش آمدید میگم در خدمت دو مهمان عزیز هستیم جناب دکتر سبکی بلا ساله رئیس سابق شفاخانه افغان جاپان و جناب دکتر سب جواد نورزی سرتمی اون شفاخانه البته در دورانی که کرونا به اوجش در افغانستان رسیده بود دکتر سب شما اما قسمی که قبل از وقفه هم گفتم یعنی خیلی وزن از دست وزن از داده بودین و همچنان از بعضی خاطراتتان به خانه آمدنتان هم جای قصه کرده بودین که دخترکتان وقتی می آمدین از بس که دیر کرده بودین و نه آمده بودین به خانه و پشت دروازه سرعت کرده بوده که هر وقت پدرم آمد من بیدار شما ببینم میشه قصه بکنیم بله روزایی بود وقت هر روز ساعت از که ما حال یادوری میکنم واقعا عشق به چشمای می چون او ابتدا طبعی است که ترک کردن همسر و همچنان اولاد دیت وقت که وا هم موافق نباشد در حالت مشکل می باشد او وقتی بود که ما چون در ابتدا وقتی که ما میرفتیم رفتیم چون عام مردم به این فکر بودن که وقتی کرونا شد و زیادترین مردم کشور ما متاسفانه که بر اما حالت وخیم رفتن مشکل این بود که وا از نظر استراب یا مسترب شده بودن زیاد یعنی ترس خود بشتری بودن بیشتری کسایی که جان خود عزیز بودن بله. در نتیجه ترس, ترس بیشتر شده بودن جوان هم که بودن مهم. از باعث استراب و ترس بودن یعنی ما واقعات را دیدیم که بسیار جوان خرد یعنی تقریبا 20 ساله 23 ساله و دفتن فوت کردن از باعث مشکلات امی کرونا و در استراب داشتن ولی و افراد موسین بود که حتی 80 ساله بودن نجات یافتن و صحتمند شدند. یعنی چیزایی را ما عملی دیدیم واقعا وقتی ما چون در ابتدا هم رمضان بود یعنی این روزی که شما روز روز ما شما اشتم روز دوم من بود دیروز ما به حساب تاریخ ما نو کار آغاز کردیم چون در ابتدا ما وقتی که در جمعی هم آدم هم در صفحه فیسبوک هم نوشته کدم واسط ما گفتم که کار خدمت ماست و این وظیفه ماست و این ای رسالت ماست که باید ادا کنیم اگر در را ما فوت کنیم ما خود شهید تلقی میکنیم و شهید میکنیم به این نیت هم رفته بودیم و چون وجه از زیاد چالش های از هر ها لحاظ بود هم از لحاظ از که ما پرسنال پیدا کردن وقت مشکل بود یک دوم ام کرونا تعداد واقعیت از او به اوج خود رسیده بود چون از یک طرف ما استخدام میکردیم چون اونجا پرسنال نبود مهم. از طرف دیگه پرسنال اگر مریض میشد مسئولیت هم با دوش ما بود احساس مسئولیت میکردیم از طرف دیگه رمضان بود یعنی تمام همکارای خودت بعد ماند خودت خطر قبول قبول و الحمدلله افراد که ما همراه ما رفته بودن واقعا سربازای بودن یعنی اعضای انجمن تیوی اسلامی افغانستان یک فداکاری واقعی کردن یعنی کسایی که افراد دیگر دکتر صیبا و همکاری دیگر که ما استخدام کردیم از بیرون و کسایی که عضو انجمن بود یعنی کاملا فرق میشد که وا چی گونه فداکاری کردن شما یقین کنین که افراد ما حتی از کارگر ما گرفته تا دکتر تا دکتر صیب بود. ما بودیم و همکارای اداری ما بودن که 24 ساعت کار میکردن یعنی وجه طور بر برای پرسنل یک صورت جور کرده بودن از نظر کاری وقت کاری که تقریبا 24 ساعت باید ها کار کنن که در 24 ساعت هم 8 ساعت کار میکردن و باید 48 ساعت رسخط شد و این یک امتیاز داده بودن از طرف اما به حساب امتیاز بود از طرف رئیس جمهوری داده بودن برای کارکنان سی ولی افرادی که مربوط انجمن هم یا وانستان بودن 24 ساعت کار میکردن هیچ استراحت نمیکردن یعنی ما کسای را سراغ داشتیم که دست دا 24 ساعت سر دو ساعت خواب میکردن که او ما با وا جبر که استراحت که خراب میشین یعنی <applause> تا او حالت بودن یعنی حتی کارگرای ما چون مسئولیت بود و کسی که مسئولیت یک قوم یک افراد یا یک اداره را میگیره دیگه طبیعی است که او باید از هر لحاظ متوجه پرسنل هم باشه متوجه نان پرسنل هم باشه متوجه مریض باشه متوجه خطر مریض باشه از هر لحاظ مادر خطر بود ما واقعیت روز اول که ما خودم در ترازو استاد شدم خود طول کردم تقریبا 82 کیلو بودم روز 25 رمضان خود طول کردم تقریبا ده کیلو کم شده بودم <applause> ما یعنی دیت روز ما دیدم که ما دیدم ما یک روز خودم مقایسه کنم که روز با صبح چقدر دارم شما یقین کنید ایت روز فهم شده بود که دو روز کار زیاد بود ما یک کیلو کم شده بود یعنی 24 ساعت یک کیلو کم شدن وزن انسان بسیار عجیب است چون اصلا ما در وقت نه تنها ما بلکه افرادمو افراد ما وقت به نان خوردن نداشه که نان بخوریم وقت به این نداشتیم که باید استراحت کنیم دیگه طبیعی است انسان چون جسم ضعیف است هم به خواب نیاز داره هم به استراحت نیاز داره هم به استراحت فکری نیاز داره هم به غذا نیاز داره ولی وجه ما کوشش میکردیم که استراری بله، حالت استراری بوده بودم بله،, بله ما کوشش میکردیم که غذا برای مریض برسه ما کوشش میکردیم غذا برای افراد پرسنل ما برسه ما کوشش میکردیم که کدام پرسنل ما بی غوری نکنه چون ماسک درست بپوشه <تصفح> یا مثال اما کیچ درست بپوشه و با خطر مواجه هستن و و خدا نخواسته اگر یا مریضی مبتلا شه و ما یک پرسنل ما کم میشه اینمی احساس مسئولیت و امیخسم به حساب مقابل چالش ها مبارزه کردن چون از یک طرف اکسیژن کم میشد دیگر طرف نان کم شد یا نان نوخت نرسید یا دوا کم میرسید این چیزهایی بود چالش های بود که دو ما مواجه شدیم بالاخره چون تمام مسد با دوش ما من چون من حیث مسئول خانه بودم با دوش ما بود به می خاطر امو وزن باختم بله بله جناب نورزیس از چی آموختین ام قسمی که دکتر سبکی مولا صالح هم گفتن که بیشتری کسایی که جان خود از دادن در نتیجه بلند بودن سطح استرابشان بود معنایش است که اگر کسایی که زیاد نترسند اونا میتونن مبارزه بکنن تا اینکه ان شاء الله شون. میشه اما مختنیهای، های شریک بکنین و ای که حال گپ گپای در مورد موج سیوم هم به مردم چی گفتنی دارین چی کار باید بکنن شکر بدون شک دوران دونیم ماهی افغان جاپان دوران درس از زندگی بر ما بود در واقع پروردگار مطال آموخته ها و تجربیات و ما را بیشتر کرد در واقع ما را پخته کرد در راه زندگی در راه چالش هایی که وجود دارد. در کل تنها استراب یکی از عوامل بود که میتونست در تشدید مرز رول داشته باشد. نکاتی را که ما موختیم به اساس تقسیم بندی سازمان سی جان دبلیو چو سه کاتگوری تقسیم بندی میشه مایلد مودریت سیویر خفیف متوسط شدید فیصدی زیاد از این خفیف بود تقریبا بالاتر از 81 درصد یعنی این ای برای افغانستان خبر خوب است که بالکل سبب با اصلا کل در کل دنیا در کل دنیا می بود و شما دیده باشین که بعد از چند روز حالت شد تب و سردردی بینا مریض بهتر میشد، از بنابراین 81 درصد حالت خفیف داشت، بعد از حالت متوسط یک 5 فیصد و حالت شدید که اکثر سبب مرگمیر میشد. نکاتی که بسیار جاد مهم بود، ما آنچه که سازمان سی جهان بررسی کرده بود که یک تعداد مریضایی که کومور ویت داره، امراض مترافقه داره، در دا اونا فوقاً در مرگمیر بالا بود. که ما الان می هم دیدیم 134 تا 1 IC داشتیم در 24 ساعت دو سه تا مریض فوت میکرد تنها در روی که او خود مرض شکر بود فشار بلند بود چاقی که ما به نام بالای مست ایندکس میگیم بیمای بالاتر سی بود علاوه بر از امراض گرده بود امراض قبلی تنفسی بود مثل امراض مزمن تنفسی مثل آسما نفس تنگی ها کس در اینا خیلی بالا بود ما چیزی که در, در جریان ویست ما انجام می دادیم یک کار ما سوالی سوی بود که ما تقوی ایمانی و روحی بکنیم مردم خدا و این علنا ما حتی در نسخه نشته کرده بودیم که از کار صبح شام بخوانیم از کار پیامبر صلی الله علیه و بخوانیم و ما عادت داشتیم که دکتر سایباک وزیت میکردیم برای مریضا میگفتیم بگو این اله 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 رب العرش این تجربه ایم است که خوب است که کل اماتنهای ما بفهمند به مراتب کسی که با اخلاص میگفت نتیجهش خوب بود ای که, در, در, در پای ازی در باطن ازی چی است او فقط الله میفهمند اما ما به عنوان یک طبیب مومنی کار میکردیم و الحمدلله نتیجه خوب میگرفتیم متاسفانه ما نکاتی که از نظر حکومتی پیدا کردیم که ممکن است مقامات هم بشنود متاسفانه متاسفانه ما زمانی که یک شفاخانی را اختصاص میتیم به خاطر کویت 19 که مختص سیستم تنفسی را میگیره نهایت یک آلت فرسوده کمبود پرسونل کمبود وسایل و ما, ما متاسفانه امین منطقه باید داشته باشیم که اول ما در کل دنیا قانونی است که در کویت 19 مبارزه رئیس جمهور در قدم اول است بعد از رئیس جمهور وزیر سعت است بعد از پروفیسور است که از اونا نظر میگیرن که چی باید بکنیم نظر از اونا را تایید میکنه باز رئیس جمهور میگه که کار بکنیم اما متاسفانه از نظر منطقی افغان جاپان در ابتدای که ما رفتیم ما در مجموع 14 مریض داشتیم و 13 مریض روز رسید که بعد از دو هفته بالای 85 90 مریض ما بستر داشتیم سیستم اکسیژن دیهی ظرفیت شفاخانه در ظرفیت شفاخانه 100 بستر 100 بستر که متاسفانه نو تعداد پرسونل وجود داشت و متاسفانه بگیم که ایمرجنسی <تصفانه> وجود نداشت مریض میامد دخترش چیخ میزد که به پدرم یک کمک بکنین اما ایمرجنسی وجود نداشت که ببرند بخش عاجل و برزوی اعتماد بخش های اصلا وجود نداشت کی با, کم با کمک همکاری اداره انکشاف ملی و خود انجمن تیب اسلامی افغانستان الحمدلله آی سیو ترحریزی شد امرجنسی یعنی آی را شما بله با بله سیستم پایپ کشی اکسیژن انجام شد ما یک سیستم ویزیت جور کردیم مورنینگ ریپورت جور کردیم اعلانات دادیم امتحان بسیار شفاف گرفتیم بیش از 85 نفر دکتر دو دا شرکت کرده بود از نرسا جدا امتحان گرفتیم تا که ما بتونیم اول از نظر ریفرم امی استراکچر منابع بشری خود ما درست بکنیم یعنی ابعاد مختلف ما بررسی کردیم که ایره در یافتم ما به عنوان یک متخصص که چقدر ما متاسفانه ضعف داشتیم از نظر حکومتی چقدر ضعف بوده که متاسفانه با ونتیلاتور اصلا کس آشنایی نداشت با دزگاه های ساده تنفسی متاسفانه وجود نداشت اینی کارهایی است که کل زیر توضیح به خاطر ما مم. یعنی تجربیات پیدا کردیم که چقدر نقص متاسفانه وجود داشت کمبودی ها وجود داشت از نظر منیجمنت دولتی و چقدر متاسفانه ای هم ما پیدا کردم ما پیام های در فیسبوک میموندم که رفیقان نیمرا رفیقان نیمرا ای هم پیدا کردیم که یک دیدت متخصین و ما دوستان ما متاسفانه حتی با زنگ با روابط شخصی با اعلان کردن در فیسبوک و با اعلان کردن از رسانه ها متاسفانه حاضر نمی شدن که بین با ما هم کار باشه حتی بزرگترین دکتر سیبر و یک بخش از پرسیشم داری خصوص بود که حال و بر مردم عام چی گفتنی داری بر. مردم چی کار باید بکنه که سرنوشتشون و تا شفاخانه نمی نکته که نهایت مهم است و من چند ریسرچ مطالعه کردم درباره ایمینایزیشن یا مافیات مافیات سازی آیا کسی که تیر کرده دوباره او رو میگیره یا نمیگیره این تحقیقات چندین تحقیق در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته خوشبختانه تا حال کیس های زیاد در کیس دوم تشخیص نشده خصوصا از خود آمریکا چندین ریسرچ کرده و گفتن که محققین گفتن که اگر کیس دوباره اینا رو میگیره خیلی خفیف سر می میشه مثل که یک واکسین بوستر دوز بگیره یک دوز جاده بگیره که دوام میمینایز متاسفانه موج این هم ای که دوباره بگیره قوی ترش می, می سازه و خفیف مگذر ازش توصیه بر مردم از است از اینکه وزارت صحت ما در سایه تلاش است واکسین بر مردم تهیه شده اولی که امو تدابیر و را خوب است که در حد انسانی بدون شک مردم است. ما تو واسه بله رسانه شما که لایو ما است ما بگویم که تجربی های انسانی که مسئله ماسک و سانیتایزر و این مسائل است این صد فیصد رول نداره مهم. که ما بگوییم که صد فیصد ما رو محافظت میکنه اما یک یک, یک اسباب انسانی است که ما باید در استفاده بکنیم مهم. هم پرسونل سیهی ما تدابیر و قایب رو نظر بگیرن و محافظوی رو و هم مردم عزیز ما متاسفانه فاصله اجتماعی خاصی وجود نداره که این رو بگویم ما میگم که بر مردم عزیز خود میگم که ماه رمضان از دعا زیاد بکنن دعا بکنن ما چیزی که ما مسئولی سب تجربه پیدا کردیم که از نظر صدمه کمترین صدمه نسبت به کشورهای دیگه افغانستان دیده درست است که ما مرگومی داشتیم آمار و ارقام دقیق از وزارت ایران نمیشد ولی باز ما میگم روحی ایمانی و ایرادی قوی مردم ما رول امدار داره اما به معنی از این نیست که ما بگویم برو توکل به خدا هر کار میکنیم نه خیر خداوند میگه که اسباب استفاده با توکل بر ما بکو تدابیر رو بخواهی بری در نظر بگیرن واکسینی که فعلا تهیه شده از واکسین استفاده بکنن متاسفانه میال من بگویم آمار که من گرفتم در افغان جاپان فعلا هم بالای 60 مریض بستر است در شفاخانه ما فعلا بستر است در شفاخانه خصوصی بستر است هر روز در اتاق حاجل مراجع میکنن متاسفانه سیر شدیدتر هم هست و متاسفانه مرگمین خود دارد این داره. نمیشه شوخی گرفت بلکه یک با مرض نمیشه شوخی گرفت یک امتحان پروردگار است باید هم اسباب انسانی رو استفاده بکنیم و هم خدا بقایه بکنیم و هم توکل به خداوند بکنیم و دعا بکنیم تا خداوند متعال یافت برطرف بکنیم بله. جناب سالی سب کوتا در این خصوص هم توضیح بدین که با این هم زحمتی که شما و کشیدین و اماده قربانی بودین و قربانی دادین در واقع چی شد برای شما برخورد حکومت در قبال شما چی شد؟ تمهیس مخه او الحمدلله کی هم ما او هم برادرای ما او داکټر صیبا او همکارای ما امرای ما کې بودان ما نه به خاطر تقدیر راپته بودیم او نه به خاطر ازې کې بالای ملت خود احسان بوزرین بلکې ای یک مسولیت ورسالت ما بود کې ادا کړم ولې بعدا کې شو د مردم هم دیدن او ملت هم دیدن و خود حکومت هم دیدن که چی کردن ما ما نمیخواستیم غزوه تقدیر بگیریم ولی متاسفانه قبلا به خاطر تشویق و ترغیب دکتر صیبا و کارکنان که به خاطر از بحران کار کردن خدمت کردن یک سلسله امتیازات در نظر گرفته شده بودن ولی متاسفانه که هیچ کدامش نه تنها که او برفا نشد و او عملی نشد بلکه امو توهین دکتر صیبا هم شدن که شما عمل و شنیدن یعنی یک نو رفتار سیاسی شده اون روش بله بله تشکر بانون یک دکتر روانی فعلا چی توصیه دارین برای مردم و دوستایی که شما را همین میبینن که کسایی که مبتلا شدن و کسایی که ترس از مبتلا شدن دارن چیکار کار باید بکنن؟ طبیعی از موج اول کرونا که بود یک, نو... یک, درس بود من از داتر سیب گفتن در پالوی ازی یک تجربه بود برای مردم ما و نه برای مردم و با... با... تمام جهانیان خود چون افغانستان الحمدلله خیلی خوب سپری کردن موج اول و هم موج دوم اساسی ترین چیزی که بود که اولین عدم آگاهی مردم و ترس مردم چون با رسانه های اجتماعی هم فرد که اگه او تعلیم یافته بود غیر تعلیم یافته بود دسترسی داشتن و مردم یک نوع ذهنیت یا تصور اشتباه در مورد کرونا داشت که یعنی کرونا مسایی به مرگ است ولی خوشبختانه بعدا مردم فهمیدن آله باز هم میگم در موج سیوم کرونا از طریق رسانه ها که یا میبینه که مثلا کلپ های از هندوستان میبینه که مرگومی چقدر زیاد است و حالت چقدر وخیم و بدتر و بحران بحرانی است باز هم فکر نکنن که آنقدر هم شدید نیست و کرونا باید ترس نکنیم ولی با مقابل ازی باید درست مجادله کنیم با فکر باید مقابل ازو مبارزه کنیم اما آموزه هایی که برای ما از طریق وزارت یا سازمان سی جهان گفته میشه امور درست عملی کنیم و ترس نداشته باشیم و دیگه بعد از این امو احتماماتی که ما بگیریم انشالله کدام خطر داهایی که دکتر صاحب گفتن که برای رول داره بر انسان روحیه میتوه و در روحیه گرفتن بالاخره ما درست مبارزه میتونیم به مقابل از این مرض بله در مجموع انسان دو بود از ده ده. بود جسمی بود روحی روح را خداوند نازل کرده و روح با آرامش و ارادهش قوی با چیزی میشه که خود خدا نازل کرده یک چیز آدم منطقا فکر کنه بله دکتر ما در به در یک لحظه لحظات تلایی از امروز رمضان هستیم که نزدیک افتار هستیم شما معمولا در وقت افتار دعا میکنین چه دعا میکنین شما شما گفتین از ذکر و از کار و دعا و پیوند در روحی با پروردگار یعنی دعا دعا خوب شاید که آدم نتانه هر چیز در روی کمره بگویم. بدون شک یک بندی مومن من شخصا ما شخصا خودما همیشه دعای می است که پروردگار خاتمه خاتمی ما را خیر بکن اللهم اینی از حسن الخاتمه خاتمی ما را بخیر خیر بکن در راه خودت باشه در مسیر خودت باشه ما نبودیم چل چل چند سال پیش نه ما بودم نه سالی سی بود و نه شما بودیم نظر به عمر نه اما خداوند متعال ما را از آدم به وجود آورد ما را روزی داد همه چیز داد دعای ما همیشه است که پروردگارا ما را جمله بندگان شاکرت قرار بده از جمله بندگان قرار بده که ما اول خدا فراموش نکنیم روزی که حشر میشیم با پیامبر حشر شیم دعای ما همیشه می است که پروردگارا مجاهدین را کمک بکن مجاهدینی که بر حق است دعوت کمک بکن و اسیرا را پروردگارا خلاص بکن اسیرایی که به خاطر دین و ملت ما رو کمک کن فقرا رو کمک بکنه و تاجرا توفیق بده که صدقه بتن زکات مال خود بتن و هموطن خود کمک بکنه بسیار تشکر است و ما تغییر بده آمین آمین البته وقت تمام شد تشکر البته وقت قبل از افتار ما تمام شد تشکری میکنیم از شرکت امران سبحان اسمانی بابت تمویل برنامه سفری رمضان البته شانا مهمان سفره های ماه رمضان وقفه داریم پس از وقفه هم آزان شام و بعدش هم دوباره برمیگردیم از دعایتان ما را فراموش نکنید سلام مجدد شما بیننده برنامه سفره رمضان از شبکه جهانی هلال هستید در خدمت دو دکتر سیب عزیز جناب دکتر سیب اکیمولا صالح و جناب دکتر سیب جواد نورزای هستیم با صالح سیب دوباره آغاز میکنیم افتار کردیم نشجان انشالله بیشتر در خدمت هستیم جناب صالح سیب شما تخصصتان روانی هست بیشتر کسانی به من با شما مراجعه میکنه که مشکلات و تکالیف روانی دارن اینا چه کسانی هستن بیشتر از هست؟ کدام رده های سینی است و مشکلاتشون بیشتر چی می بله یک به همدان از بگویم که در مورد یزیمی که باید مریضی خود بفهم چون بعضی اوقات متاسفانه مریضا حتی بعضی ریسرچ ها هم شده یا بس تحقیق هم شده در این مورد که یک مریض پنج سال مریضی خود میگذاره نه ولی متاسفه دکتر خود پیدا نمیتونه این مشکل کلان در افغانستان است متاسف و بالاخره بعد از سالها تلاش کسی که کارن که پیش دکتر خود بره ما در مسلک روانی در اصاب که اومی میگم و چون وقتی که آم مردم مثلا میگه دکتر اصاب میریم یا پیش مشکلات اصاب داره. ولی به سه کتگوری مریضات تقسیم شده یکی امراضی است که مربوط تخصص جرایی عصب محسوب میشه مربوط از و یکی هم تکلیف است که مربوط اعصاب میشه و خود به داخلی اعصاب که میگه و یکی مشکلاتی است که مربوط روان میشه روان یعنی روان و اعصاب است یکی داخلی اعصاب است یکی روان اعصاب است مشکلات رواني متاسفانه مثله کوم ویني دا کشور مو اضافه تر از 14 ده جنگ کې مواصفري کړې مو یوګي از فاکتور هايي استه كه در بروزي مشکلات رواني مسال رول داره ايني ااا جنگه فقر تبييض کې وخت کې کې کشور يک ځای يک منطقه جنگ شوه نه تنهه کې وو از جنگ مي رنجا بلکې از ديګا پيدايې هايي جنگ مي رنجا کې مثلا او فقر است او مهاجرتا است او کشیدگی های داخلی فامیلی است و بالاخره اینمی فاکتورهایی است که باعث بروز امراض و مشکلات روانی میشه اختلالات روانی میشه که هم به کاتگوری های مختلف تقسیم شده اول متاسفانه در نتیجه جنگ چلساله کشور ما که متاسفانه مردم و کشور ما می این جنگ نه تنها یا از نظر جسمی نه تنها یا از نظر که زیاد افراد ما معلول شده یا نه تنها گذی که از به خانم به به خانه شده یا به منطقه و جای و سکونت شده یا از نظر روانی هم متضرر شده چون در نتیجه امی مهاجرت نتیجهی نتیجه از دادن افراد فامیل بالاخره یا با مشکلات مواجه میشه در کشور ما زیادترین مشکلات روانی که زیاد شایع است و استرابات است که ما عملا دیدیم که در بحران کرونا زیادترین مردم ما که جان باختن متاسفانه از باعثی امی استراب در نتیجه استراب چون مافیت پایین می در نتیجه پایین آمدن ما مافیت همی مشکل مایی های ویروس یا هم بکتریا مستقیما جان... امی به حساب جسم انسان از حمله قرار میده و با مشکل مواجه میشه و بالاخره به با مرگ میرسن به می خاطر و دیگه امراض افسردگی هم در کشور ما زیاد است چون کشور ما اینمی دو مشکلات در نتیجه امی جنگ فقر مهاجرت ها و جنگ و جنجال داخل فامیلی خشونت های داخلی این می چیزا باعث میشه که مردم به افسردگی برا این مشکلات به سر یک است که می مطرح بکنم این است که شنیدن این همه داستان کار آسان نیست با. شما شما چیکار میکنید که این همه درد و علم رو به گوش بشنوید و بعد هم تبعی از بسیار مشکل از واقعیت یعنی دستان مسلک دستان. روانی نظر به دیگه مسلک ها بسیار یعنی کاملا فرق داره چون ما زیاد سر و کار با امو ظاهر مریض داریم که وقتی که ما ظاهرش می بینیم که چیگونه گونه حالت داره با و یا رفتار مریض داریم با افکار مریض رو هستیم و همچنان با حرکات مریض دیگه در گفتارهای مریض در پالیز درک مریض ای چیزایی است که امو پارامترای روانی است که ما باید از او باید ارزیابی کنیم در نتیجه ای که وقتی که دو امی حالتا در رفتار گفتار و افکار انسان اختلال واقعي شبا مشكلات واقعي شبا او تغيرات به ما مبينم کې به مشكلات رواني مقتصه او ور مو باید ټول څه باید از مریض پوړسم ور ارجابي کولم اگر ارجابي مفصل نشه واز مريزای رواني ما یقین درنم چې مريزای رواني به مخاتر است چې به شکل دوراني بش یو ډاکټر میره دیګا او تر میره به بیا نهره باز میا <تصفح> یعنی زګزنجړی بسیار په دوراني لا تای میکنه ور اگر مشكلات رواني را ډاکټر صاحبای ا مې مشكلات رواني متخصصي رواني او حساب اگر <أجي> یې درست بشنو مشكلات رواني ده و در نتیجه مریض هم کوشش کنه که امی چیز مشکل را که یا سپری کرده و چیز مشکلات که در خانه موجود است یا در زندگیشان موجود است امیر به شکل تفصیلی بگوید دکتر به این موافق میشه که امی مشکلات زیر پیدا کنه و بالاخره به با یک نتیجه برسه که تشخیص شود و در مقابل نت... تشخیص از او یا هم روان درمانی را برای انتخاب کنه مم. یا هر دویش انتخاب کنه یا هم تداوی دوایی انتخاب خودتان کنار با اینها است که داستان تاثیر روی خود روان فرد فرد شنو نه من نه خیر نخواد باشه شخص چون ما یا شما عادت کردیم. ما خو عادت کردیم چون نشویم ما ما کوشش میکنیم مشکل خوبی دی است که دکتر صاحبای ما از تمام دکتر صاحبای متخصص خصوصا متخصص روانی ما خواهش میکنم که دی تلاش نباشه که زیات مریض ببینه و زیاد مریض دنم غیر منطقی است مشکل است ما یقین کنین از 20 مریض که بر ما اضافه میشه ما با یک مشکل مواجه میشم به خاطر که دیده نمیتونم چون عقلا باید یک مریض که بسیار مشکل کم داشته باشه از 15 دقیقه باید بر زو وقت بدی که تو ازو بشنوی که چی مشکل داره یعنی ما وقتی که از مریض ما تاریخچه میگیریم از بود زندگی اما طفولیت از, از ما پرسان میکنیم تا هم وقتی که به ما امرای ما دروبروی ما نشسته اگر ایره ما درست پرسان نکنیم و بالاخره باز اما حالت فامیلی از ما پرسان میکنیم حالت زندگی اجتماعی زیر پرسان میکنیم حالت اقتصادی زیر پرسان میکنیم این کلش که پرسان کردیم ما به یک نتیجه میرسیم که ای به یک مشکل روانی یا مبتلا است یا نیست آیا نیاز به تداوی دوایی داره یا خیر بسیار تشکر شما میتونید شما جناب دکتر سبنورزی شما مصرف صحبت شوید uh, ویژگی های یک طبیب مسلمان و متعهد چی هست؟ بسیار چکر سوال خیلی سنگین است نهایت وزن داره اولی که یک طبیب پروفشنل طبیب متعهد کی هست؟ <تصفح> طبیب خوب کی هست؟ و طبیب خوب و مومن کی هست؟ هم. کم فاکتور. اول که بیاییم از ابتدا دانش مسلکی و مهارت کافی در تشخیص و تداوی مریض داشته باشه این اولین میار عمده هست خاطر مریض خود وقت بیتزاره راز نگهدار مریض باشه با مریض برخورد درست بکنه رفتار نیکو بکنه مریض تحقیر نکنه مریض از خود بدانه مریض تصور بکنه که خانوادی از و با نهایت اخلاص بر از اون معاینات تجویز بکنه صدد از این نباشد در فکر از این که فقط چند مریض ما ببینم باز چقدر ماینات و اندخته های از زیاد شد یعنی فکر مالی در ذهنش خطور نکنه متحد به مسلک خود باشه قسمی گفتم رازهای مریض نگاه بکنه راز نگهداری یکی از ویژگی های طبیب خوب است در کنار از او پاک نگه داشتن افت جنسی است که اخلاقیات خود مراد بکنند در کنار از این یکی از حقوق مریضا این است که مریض در مورد مرض خود باید بدانه در مورد تشخیصش بدانه تصمیم که دکتر میگیره در تصمیم خود مریض و پایوازش شریک بسازه که کدام مرض است ما چی تصمیم گرفتم و یعنی تصمیم ما شما شریک میکنم مایناتی که توصیه میکنه ماینات کاملا منطقی و مطابق مرز باشه در کنار از او پروردگار خود آذر و ناظر بدانه با تعهد عمل بکنه و یکی از حقوق دیگه مریضا وقت دادن برای مریض است برای مریض باید گوش خوب بکنه تا که درد و رنج مریض بفهمه چون هر مریض از خود مشکلات منحصر به فرد داره که پیش یک طبیب میه بخاطر خاطر حل مشکل از او روابط بسیار نیکو یک رابطه با مریض هست رابطه بسیار احسن و رابطه نیکو با همکارای خود داشته باشه در پشت سر کسی گپ نزنه دیگران را تحقیر از نظر علمی و دانش نکنه طبق پیامبر صلی الله علیه و آله که صدقه جاری است علم خود به دیگران انتقال بته. بخیل نباشه. و حسود نباشه اینا از جمله رضایل اخلاقی هر فرد در اجتماع هم هست و برای اکتبی با میتونه باشه در کنار از او رابطه مریض رابطه طبیب طبیب خوب با مسلکش است متاسفانه که اکثر ما میبینیم از دوران تخصص وقتی که متخصصین فارغ میشه دیگه لای کتاب باز نمی طبابت در, در قسمت منیجمنت تغییرات میه، باید ما ابدیت باشیم چیزای جدید مطالعه بکنیم یک طبیب خوبی است که مسلک خود همیشه مطالعه بکنه و در صدد ادامه مسلک باشه در یک جای توقف نکنه تا که زنده هست مطالعه بکنه و اه اه انسان تو گفتم بخیل و حسود نباشه و انسان حریز به خاطر مادیات نباشه طبیب مومین ای ویژگی هایش داره و در هر کار اه اه مشوره بکنه مشوره از کسی که بالاتر است و در هر عمل که برای مریض انجام میته بالاترین هدفش رضای پروردگار باشه بسیار زیاد تشکر جنرال سالیس رفته رفته به دقایق پایانی برنامه رسیدیم ممنون که تشریف آوردین میشه صحبت های آخرتان و پیامتان بشنویم تشکر پیام آخر میت چون فرصت رمضان خصوصا برای این مای مبارک که از یک طرف مای تربیت است مای مسئولیت است و مای است که یک فرصت به خاطر از که ما چی گناه از اون گناه های سابقه خود ما نجات پیدا کنیم به است دیگه باز هم 15 روز ما اضافه مانده که از این روزا باید درست از این فرصت های استفاده کنیم هم به خاطر تربیت خود و هم به خاطر نجات از روزی که بوده روز نه اولاد به درد میخوره نه همسر به درد میخوره و نه پدر و مادر بلکه اعمال نیک و خداوند ما شما را در روز موفق قایم داشته باشیم. دوم در ما شما چون اوازه ازی است که ما در موج سیوم کرونا شاید قرار بگیریم و شاید این موج هم خطرناک باشه نباشه به با هر صورت باید آمادگی هم فکری ذهنی یا روانی داشته باشیم و هم آمادگی جسمی داشته باشیم چون امو اموزه هایی که از طرف از وزارت صحت کشور ما بر ما گفته شده او باید درست عملی کنیم <متحن> تا نم بادا که ما نه تنها که باید نجات پیدا کنیم باید, باید با هموطنان با جات با 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 و اطرافان باید نجات پیدا کنند تا به این مشکل مواجه نشویم باز به با او بحران نرسیم که خدا نخواسته مرگ برسیم بله بسیار تشکر و جناب نورزای سب می شرک کتا شما بشنیم پیام آخر بله ما به عنوان یک برادر و به عنوان یک طبیب و به عنوان یک افغان برای تمام هموطنان چیز در این یا خارج از کشور اولین پیام ای است که با پروردگارتان کسی که شما را خلق کرده صادق باشین راست باشین با خدایتان راست باشین به با معنی از که او چیزایی که خداوند برای شما امر کرده بین از ما شروع همگی عمل بکنیم یک توبه دست جمعی بکنیم تا خداوند متعال بالای ما رحم بکنه آه. از کتابی که پیامبر صلی الله علیه و همیشه یاد میکنه بزرگترین کتاب از قرآن کریم است بین که به عنوان یک مؤمن استفاده کنیم اگر طبیب است انجینیر است دکتر است اه اه، معلم است دکاندار است ما بیم در قالب قرآن کریم خدا بندازیم برای همه مطالان میگم لطفا لطفا بین که خطوط قرمزی که خداوند قرار داده از دست بکشیم کسی که شراب میخوره به توبه بکنه کسی که سود میخوره بین سود ایلا بطین نکنیم خداوند بالای ما رحم نخواهد کرد پیام دیگه ما برای او جوانایی است که پدر مادرشان حیات است نبی کریم صلی اللہ علیہ که ماه رمضان بهترین فرصت است که از این ما انسان مغفرت حاصل بکنه و بره به طرف جنت و کسی که پدر مادرش حیات است و در حیات از رضایت از را کسب نمی کنه و کلید جنت نمی خره افسوس و خاکالود با تو جبرایل السلام می فرمای که آمین پس بنان پدر مادر اگر حیات داره دست پای از را ببوسید بر از احترام بکنین پیام سیومه حقوق زن با بیگ به شکل درست صدا بکنین حقوق زن به شکل درست ادا کنیم آنچه خداوند گفته بسته سوره از درو بین از چرندیات و شایاتی که غرب بر ما آموخته که صد مرتبه خشونت علی زن زیاد کرده بین از بگذاریم و حق زن را احترام بکنیم شکر. سر تشکر جناب دکتر شب جواد نورزای و جناب دکتر شب حکیم الله صالح تشکریم میکنیم از شرکت امران سبحان اسمانی وارد الکنده مربای شانا شانا مهمان سفره های ماه رمضان از همراهیتان تان تا این دم سپاسگزار هستیم تا فردا و تا مهمانان دیگر همه شما رو به و می سپارم وقتتان خوش الله نگهدار